اساس برنامه از پیش تعیین شده که قرار بود دور دوم تحریم های جدی آمریکا علیه ایران از ساعات اولیه دوشنبه 14 آبان ماه آغاز شود بر اساس پیش بینی های کارشناسان و اقتصاددانان آمریکا و اروپا این تحریم ها بسیار سنگین و طاقت فرسا و فلج کننده برای اقتصاد ایران خواهد بود و البته فشار اصلی بر روی مردم ایران خواهد بود جمهوری اسلامی ایران در آستانه ای آغاز تحریم ها علیه ایران و در سال روز سیزدهم آبان ادعا کرد قدرت آمریکا در جهان رو به افول گذاشته است و هیچ کدام از فشارهای آمریکا علیه ایران به نتیجه نرسیده است. آمریکا اعلام کرده بود از تاریخ 5 نوامبر باید خرید نفت از ایران متوقف شود اما تحریم های نفتی علیه ایران چند ماه است آغاز شده و تقریبا از همان هفته اول خروج آمریکا از برجام تقریبا همه شرکت های خارجی معاملات نفتی خود با ایران را متوقف کردند و دیگر شرکت ها نیز از ایران خارج شدند. دولت روحانی میگوید آمریکا نخواهد توانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما با وجود این ادعا معاملات نفتی ایران حتی قبل از آغاز تحریم ها به حد اقل رسیده است و ایران برای حفظ صادرات نفت خود و تامین بودجه مورد نیاز برای انجام تعهدات دولت در داخل در مواردی ناگزیر است تا با بیشترین میزان هزینه به حد ها در معاملات تن دهد در ادامه شروط ایالات متحده در جهت اجرای تحریم های دور دوم آخرین شرط آمریکا برای نرمال سازی رفتار جمهوری اسلامی منوط به این موارد می داند که رژیم باید رفتار تهدیدآمیز خود نسبت به همسایگانش از جمله تهدید به نابودی اسرائیل پرتاب موشک به عربستان سعودی و امارات متحده عربی تهدید کشتیرانی بین المللی و حملات سایبری را متوقف کند. بدین ترتیب حدود شش ماه بعد از خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران تحریم‌های نفتی و بانکی گسترده با هدف به صفر رساندن صادرات نفتی ایران اجرایی خواهد شد در این بین اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران اجرای دور دوم تحریم های ایالات متحده بر علیه ایران را بی اثر خواندند و میگویند به راحتی از آن عبور می کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنان برخی از مقام های آمریکایی که گفتند واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند مدعی شد آمریکا نه میتواند نفت ایران را قطع کند و نه میتواند به آن حدی که مورد نظرش است برساند رئیس جمهوری رژیم ایران اضافه کرد ممکن است در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما سخت گذشته باشد و در چند ماه آینده هم سخت بگذرد اما دولت همه توان خود را برای کاهش مشکلات به کار خواهد بست او ادامه داد آمریکایی ها چند روزی فریاد میکشند و داد و فریادی میکنند و خواهند رفت طرف های تجاری ایران بدانند فشار آمریکا موقت و روابط ما با آنها دائمی است آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز ترامپ را مایه بیآبرویی آمریکا خواند همچنین مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دور تازه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در توییتر خود نوشت هدف ما مجبور کردن حکومت ایران به ترک فعالیت های مخربش است این تحریم ها رژیم را هدف قرار می دهد نه مردمی که سوء مدیریت و بیرحمی دولت خود را تحمل می کنند. با آغاز اجرایی شدن کامل دور دوم تحریم ها تأثیر روانی آن در بین مردم به راحتی دیده می شود و از طرف دیگر قیمت کالاها و اقلام ضروری دوباره افزایش یافته و همچنان رو به فزونی است. پیش بینی می شود در چند روز آینده موجی از گرانی مجدد در بازار ایران ایجاد شود و تجربه ثابت نموده است که دولت و مسئولین تنها در مقام سخن واکنش نشان می دهند و در عمل در واقع تنها سکوت می کنند. با آغاز تحریم ها در ایران آمریکا همه بانک های ایرانی و بسیاری از طرف های تجاری ایران را مورد تحریم قرار داد و سویفت نیز با انتشار بیانیه ای با ابراز تعصف از تعلیق همکاری با بانک های ایرانی به طور رسمی اعلام کرد ارتباط خود را با برخی بانک های ایرانی تعلیق کرده است جزئیات بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران روز چهارشنبه توسط مایک پومپئو و استیو منوچین وزرای خارجه و خزانه آمریکا اعلام شده است و بر اساس گفته مایک پمپو دور جدید تحریم ها شامل 50 بانک ایرانی و شرکت های تابعه و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 نفر و کشتی می شود. علاوه بر این ایران ایر و بیش از 65 فروند از هواپیماهای این شرکت نیز هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین آژانس انرژی اتمی ایران و 23 نهاد و فرد تابعی آن در فهرست تحریمی جدید قرار گرفتند. در این حال مقام های آمریکایی تاکید می کنند که تحریم های شدید تری در راهند و فشار تحریمی شدیدی بر ایران وارد خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران گفته است تحریم ها موجب شتاب گرفتن افول سریع فعالیت های اقتصادی بین المللی ایران خواهد شد. آمریکا بار دیگر گفته است حکومت ایران باید مواضع خود را 180 درجه تغییر دهد و مثل یک کشور عادی رفتار کند پومپئو همچنین با اشاره به اینکه عربستان در حال تلاش برای مبارزه با تروریسم است جمهوری اسلامی را نیروی اصلی بی‌ثبات کننده ی میانه دانست در همین حال ایران نیز برای چندمین بار به آمریکا توصیه کرده است تا روی کردش را تغییر دهد تهران اعلام کرده است در صورت تغییر روی کرد آمریکا در قبال توافق هسته گفتگوهای دیپلماتیک با ایالات متحده برای یک توافق جدید به طور جدی مد نظر جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت این اظهارات را محمد جواد ظریف در گفتگو با USA Today اعلام کرده و گفته است لازمه آغاز گفتگو احترام متقابل است نه اعتماد متقابل گرچه ایران همواره گفته است امکان مذاکره با آمریکا برای جمهوری اسلامی منتفی نیست اما این اولین بار است که نفر اول دستگاه دیپلماسی کشور اعلام می کند که ایران در صورت تغییر رفتار آمریکا آماده مذاکره درباره معاهده جدید هسته است مدت هاست که طرفین ایران و آمریکا یکدیگر را به تغییر رفتار توصیه می کنند و معتقدند تا دیگری رفتار خود را کاملا تغییر ندهد مصالحه ای صورت نخواهد گرفت با این وجود جان بولتون مشاور امنیت خارجی کاخ سفید هم اعلام کرده است آمریکا تحریم های فراتر از این تحریم ها در پیش خواهد گرفت اما ایران همچنان میگوید فشارهای تحریمی بر ایران فشارهای روانی است و با هدف ایجاد حراس و دلهوره در مردم انجام می شود و آمریکا توان وارد آوردن فشار بیشتری بر ایران ندارد. ایران همچنان در انتظار واکنش های سریح و عملیاتی اروپایی ها در واکنش به تحریم های ایالات متحده است. بر اساس تحریم های اعمال شده آمریکا بر سیستم بانکی و همچنین شرکت های طرف قرارداد تجاری با ایران، ایران عملا امکان تعامل تجاری خود را با جهان از دست خواهد داد. ایران در گفتگو با طرف اروپایی خود در بر برجام تاکید کرده است تنها در صورتی در برجام باقی خواهد ماند که بتواند از مزایای اقتصادی برجام استفاده کند اروپایی ها وعده دادند که تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا ایران بتواند از امکان تجارت جهانی بهره مند شود بر اساس طرحهای پیشنهادی اروپا یک سویفت اروپا در راه است که به ایران این امکان را خواهد داد تا در قیاب سویفت جهانی امکان مبادله پولی با جهان را داشته باشد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی اروپا قرار است اروپا از طریق قانون انصداد از یک سازوکار جدید مالی که به اروپا این امکان را می دهد که تحریم های آمریکا را دور بزند استفاده کند. برخی از تحلیلگران گفتند این اقدام اروپا در تعریف یک سازوکار جدید مالی که آمریکا را در گردونه تجاری در نظر نمیگیرد گرچه ممکن است زمانبر و طولانی باشد اما در میان مدت احتمالا به شکل گیری یک نظم جهانی جدید منجر خواهد شد با این وجود و با وجود آغاز تحریم های شدید علیه ایران آمریکا اعلام کرده است کره جنوبی و هفت کشور دیگر شامل چین هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه از تحریم های نفتی علیه ایران مستثنا شدند. همچنین بر اساس اظهارات مایک پمپو وزیر امور خارجه آمریکا، نیروگاه اتمی بوشهر و دو پروژه دیگر که به نامی از آنها نبرده است، از تحریم ها مستثنا شدند. کره جنوبی با بیان این موضوع که توقف واردات نفت از ایران صنعت کره جنوبی را نابود خواهد کرد گفته است از آمریکا برای ادامه خرید نفت از ایران مهلت خواسته و تقاضا کرده است تا آمریکا اجازه دهد این کشور به خرید نفت از ایران ادامه دهد آمریکا در یک بازی زمانی 180 روزه با ادامه خرید نفت این 8 کشور از ایران موافقت کرده است اشتفان سایبرت سخنگوی دولت آلمان هم گفته است برلین در حال بررسی راههایی است که بتواند از شرکت‌های فعالی که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار می‌گیرند محافظت کند با این وصف تحلیلگران پیش بینی می‌کنند هیچ یک از طرفین ایران و آمریکا در شرایط جدید جهانی قادر نخواهند بود این تحریم‌های گسترده را ادامه دهند جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی ویدئویی سعی کرد که جامعه ایران را به مقابله با تحریم های آمریکا فرا بخواند. او در این پیام گفت که آمریکا در این تحریم همه شرکت های ما حتی شرکت هایی که منحل شدند را تحریم کردند که این نشان دهنده استیصال دولت آمریکاست. او افزود دنیا در برابر این دولت ایستاده است. هیچ کس و هیچ دولتی به غیر از چند کشور در منطقه ما و رژیم سهیونیستی آمادگی این را نداشته است از اقدامات ایالات متحده پیروی کند. او تأکید کرد که ما دیروز از لحن و صحبتهای وزرای امور خارجه و خزانهداری آمریکا این تنهایی و عصبانیت از اجماع بین علیه یک آمریکا را مشاهده کردیم. البته اقدامات آمریکا اقداماتی است که با خشم فراوان در حال صورتگیری است و این وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران است که اجازه ندهد این اقدامات خسمانه که علیه مردم طراحی شده و برای جدا کردن آنها از یکدیگر و حاکمیت طراحی شده ضربه وارد کند دولت این را با تمام توان دنبال کرده و امروز هم دنبال می کند. در صحنه دیپلماسی امروز خوشحال هستیم که دنیا در برابر اقدام آمریکا ایستاده و با این اقدام همراهی نکرده و امیدواریم که آثار این اقدامات را در آینده مشاهده کنیم. او افزود دولت این وظیفه را دارد چه با همراهی دیگران و چه بدون همراهی دیگران زمینه را برای زندگی راحت مردم و کمترین اثر فراهم کند. من که در جلسات هیئت دولت و سایر جلسات شاهد تلاش های ریاست محترم جمهوری اعضای هیئت دولت و سایر نهادها و دستگاه های کشور هستم می توانم این تضمین را بدهم که همه تلاش را انجام داده و خواهیم داد اطمینان داریم روزهای بدی در انتظار دولت آمریکاست دولتی که نتوانسته حتی به مردم خودش ثابت کند که سیاستهایش به نفع آنهاست دولتی که بیش از آن که به فکر منافع ملی آمریکا باشد به فکر گروه کوچکی است که حامیانش را تشکیل می دهد. او در پایان نتیجه گرفته که مردم تاریخ ساز ما بارها نشان دادند آمریکایی ها نمی تاریخ را عوض کنند. این بار هم همین تجربه تکرار خواهد شد و آمریکایی ها از اقدام نابخردانه خودشان پشیمان خواهند شد. آنچه ظریف توضیح نمی این است که سیاست هستهی که مردم باید چنین حزینه ای را برای آن بپردازند چه ارتباطی با منافع ملی مردم و خواسته های آنان دارد؟ نخست وزیر بنیامین نتانیاهو روز گذشته طی سخنانی در کنیست اسرائیل آغاز مرحله تحریم های نفتی و مالی علیه حکومت ایران را مورد استقبال قرار داد و این سیاست آمریکا را کارساز دانست. وی اقدام شجاعانه دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مورد تحسین قرار داد و ابراز اطمینان کرد که این قاطعیت آمریکایی می تواند مؤثر افتد. او گفت که موج دوم تحریم به ویژه تحریم هایی که در رابطه با سویفت برقرار شده است یک ای است که حلقه تناب جدی به داره گردن رژیم تروریست پرور ایران خواهد انداخت وی گفت تحریم ها باید شامل عنصر پرداخت از طریق کارت اعتباری شود این قضیه را بارها مطرح کرده بودم و در آخرین دیدار خود با وزیر دارایی آمریکا استیون منوچین هم از تصمیم آمریکا جهت مشمول ساختن این عنصر در تحریم های شدید خوشحالم. او گفت امروز ایران بزرگترین تهدید است برای اسرائیل و خابر میانه و صلح جهانی و من سالهای طولانی است که وقت و انرژی خود را برای رویارویی با تهدید ایرانی صرف کردم. در مورد این قضیه تقریبا با تمام دنیا در تضاد بودم. امروز ما شاهد ثمرات این مبارزه طولانی و بیوقفه هستیم. میخواهم دوباره از رئیس جمهوری آمریکا دانلد ترامپ بابت این تصمیم شجاعانه و مصمم و مهم تشکر کنم. معتقدم که این کار برای ثبات و صلح و امنیت بسیار مفید است وی تاکید کرد که امکان وجود پیچ و خمهای دیگر در راه هنوز هست ولی باید با این مشکلات برخورد قوی و محکم کرد هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امنیتی وی در پایان گفت امروز روز بسیار بزرگی است برای کشور اسرائیل روز بزرگی برای ملت اسرائیل و روز بزرگی است برای آینده اسرائیل به گزارش رسانه ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تحریم های آمریکا را در یک سخنرانی شدید و لحن محکوم کرد و گفت که کشورش هرگز به آنها پایبند نخواهد بود و ده میلیارد متر مکعب گاز وارداتی را به دلیل تحریم ها متوقف نمی کند تا مردمش در سرمایه زمستان منجمد شوند. همزمان ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز گفت ما چطور امکان دارد که منافع کشور خود را قربانی مطامع و خواسته های آمریکا بکنیم وی افسود ما نمیتوانیم به تحریم های آمریکا پایبند باشیم و اجازه بدهیم مردم ترکیه قربانی خواسته های آن کشور شوند زیرا ترکیه به نفت و گاز نیاز دارد این سخنگو تاکید کرد که ترکیه همچنان به رایزنی‌هایش ادامه می دهد و معافیت را نیز زیر نظر دارد و گفتگو می کند تا درخواست ها و تقاضاهایش روی میز مذاکرات مورد موافقت قرار گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره 1500 شهید انتظامی تهران بزرگ گفت آنچه باعث سرپرازی یک امت و زندگی عزتمندانه می شود روحیه ی استقامت است. وی در خصوص حربه های دشمنان در جهت فشار به جمهوری اسلامی تاکید کرد دشمنان همه جور فشار به ملت ایران آوردند اما ملت روی پای خود ایستادند. وی تصریح کرد اینکه قانون زورگویی در دنیا حاکم شده است در ماجرای برجام نمود پیدا کرد در ماجرای برجام کشورها جمع شدند مذاکره کردند قرارداد بستند که در سازمان ملل و شورای امنیت تصویب شد اما یک رئیس جمهوری گفت این معاهده را قبول ندارم لاریجانی در رابطه با بود نظامی ایران افسود اگر ایران برای دفاع از ملت ایستادگی می کند به خاطر این است که با سلسله سیاست سیاستمدارانی در دنیا مواجه است که اگر احساس کنند با کشور ضعیفی مواجه هستند تحقیرش می کنند اما اگر موشک و سلاح داشته باشند جرأت نمی کنند رئیس مجلس با اشاره به ظرفیت موجود و استعدادهای بالقوه نیروهای متخصص و زمینه حضور مردم یادآور شد بدانید بنیه اقتصادی کشور ما ضعیف نیست و باید زمینه ی حضور مردم فراهم شود اگر نیروهای متخصص در کشور فعال شوند و استعدادهای کشور بلفل شوند مشکلات حل می شود علی لاریجانی در پایان به درایت رهبر اشاره کرد و گفت تردید ندارم رهبر انقلاب در حال باز کردن راههایی مقابل مردم و جوانان هستند تا از این تنگنا در بیاییم رئیس مجلس شورای اسلامی با همه تعریف ها و تمجید ها از دستاورت های انقلاب و اینکه تحریم ها اثری ندارد مانند دیگر مسئولین مملکتی به فشارهای چندین برابری که بر دوش مردم سنگینی می کند اشاره ای نکرد و همچنان بر این موضوع که ما در برابر مشکلات ایستاده ایم پافشاری کرد که معلوم نیست منظورش از ما دولت و حکومت است یا اخشار مردم در پی مطرح شدن حمله ویروسی اسرائیل به فضای سایبری ایران جواد جمالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت مجلس گفت ایران برای این حمله اخیر اسرائیل به سازمانهای های المللی شکایت خواهد کرد و در صورت لابی سهیونیست ها از حق مقابله به مثل استفاده می کند. وی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به این حمله گفت سلاح سایبری با استفاده از ویروس استاکس نت برای حمله به سایت بانک ها و سیستم های دفاعی و سیستم های مربوط به قنیسازی و انرژی هسته توسط اسرائیل علیه ایران استفاده می شود. وی ای این حملات باعث مختل شدن خدمات رسانی به مردم و ضربه زدن به موضوعات پر اهمیت امنیتی کشور است. استاکس نت یک بدافزار رایانه است که اولین بار در تاریخ 13 ژوئیه 2010 توسط ضد ویروس VBA32 وی 2 شناسایی شد. این بدافزار با استفاده از نقص امنیتی موجود در میانبرهای ویندوز با آلوده کردن رایانه های کاربران صنعتی فایل های با قالب اسکادا که مربوط به نرم افزار های شرکت زیمنس می باشد را جمع بری کرده و به یک سرور خاص ارسال می کند. در تاریخ هفتم ژوئیه سال 2013 میلادی ادوارد اسنودن در مصاحبه با اشپیگل اعلام کرد این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است. شورای امنیت تحریم نفتی لیبی را تا 20 فوریه سال 2020 میلادی تمدید کرد. به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل تحریم های وضع شده علیه لیبی در خصوص صادرات نفت را تمدید کرد. بر اساس اعلام این خبرگزاری، 13 کشور از جمله 5 عضو دائم این شورا به این موضوع رأی مثبت داده و نمایندگان دو کشور نیز به آن رأی ممتنه دادند. به گزارش رسانه ها زیف الکین وزیر امور محیط زیست و میراث فرهنگی اسرائیل گفت که سوریه قصد دارد از سامانه دفاع موشکی S-300 برای سرنگونی اهداف غیر نظامی اسرائیل استفاده کند و تأکید کرد در صورتی که چنین حمله ای انجام شود اسرائیل این سامانه را نابود خواهد کرد. وی که با رسانه های روسی صحبت می کرد افسود ما معتقدیم که استقرار سامانه S-300 در سوریه خطای بزرگی بوده و تحویل این موشک به سوریها ها اقدام خطرناکی است. وی اضافه کرد اسرائیل به حملات به هواپیماها و سرزمین های خود از طریق سازمان های بین اقدام نخواهد کرد و با عملیاتی که بلافاصله انجام خواهد داد به این عملیات پاسخ می دهد. we haven't set anything right place paris reasons g20 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته میشد این هفته در پاریس با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند خبر از احتمال لغو این دیدار داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت من مطمئن نیستم که در پاریس با پوتین ملاقات نمایم امکان دارد که چنین ملاقاتی صورت نگیرد قبلا گفته شده بود ولادیمیر پوتین و دانلد ترامپ به تاریخ 11 نوامبر در نشست کشورهای گروه 20 در پاریس با هم ملاقات می نمایند. چند هفته پیش جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پوتین تقاضای برگزاری این دیدار را به صورت رسمی مطرح کرده بود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرد که تغییری در شکل دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در فرانسه به وجود آمده است و آنها تنها دیدار کوتاهی خواهند داشت. پسکوف گفت از این رو دو طرف تصمیم گرفتند که در زمان دیگری دیداری دو جانبه و مفصل داشته باشند. <applause>